واقعا ارامنه اساتید درست کردن سوسیس و کالباس و بهترین ساندویج ایران هست. بریم با هم دیگه بهتون یاد بدم خفن ترین ساندویج ارامنه رو که مادام وارتوش درست میکرد تو تهران خیابون کریم خان چجوری درست میشه. فقط به دستام دقت کنید تا بهترین ساندویج رو بتونید خلقش کنید. میخوام خوشمزه ترین ساندویج ارامنه رو بهتون یاد بدم. دابل میت یه بنده خدایی توی کریم خان بود درست میکرد و همه عاشقش بودن. بریم با همدیگه سراغ مواد اولیه‌اش. چیزی که اینجا داریم نیاز به گوشت گوساله داریم که چربیش هم زیاد نباشه، 18% باشه و چند تا سینه مرغ هم نیاز داریم. وزن هر کدومش رو میتونید بین 120 گرم تا 150 گرم انتخاب کنید. زی پیزی ژاپنیزی. برو دو تا تیکه گوشت میندازیم اینجا. گوشت من نیم کیلو این دوتا. بهش نوک قاشق فلفل قرمز هات چیلی میزنیم. بهش زیره میزنیم، نصف قاشق چایخوری هم زیره، اینم از این سلک پپر فلفل سیاه، اینم تقریبا نوک قاشق چایخوری و اینی هم که اینجا هست ارگانوه، ارگانو هم بهش میزنید، نداشتید آویشم بهش بزنید. و مهمتر از همه چیزی که مزهشو کنترل میکنه گارلیک پودر، پودر سیره. اینم یه قاشق چایخوری بهش پودر سیر میزنیم. میایم سراغ نمک. اینم نمک تموم شد. این همینو میخواد. ببینید نمکم از ماچ از یوان سولت. خب حالا اینو یه چنگ میزنیم میریم سراغ مرینیت کردن چی؟ مرغم. نوبت چیه مرینیت کردن مرغ؟ این از این مرغمون رو میندازیم. خیلی ساده. نمک، فلفل سیاه، یه پینچم فلفل قرمز. این تنده ها باید یه مقداری تنده تیز باشه، حتی فلفل هم برای ساندویج آوردم. یه ذره هم سیر. اما چیزی که این مزهش رو کنترل میکنه زعفرون، اگه بذارید مزه جوجه کباب میگیره و زعفرون بهش نمیزنیم. چیزی که میزنیم ترموریک زردچوبه و مهمتر از همه این بره سر جاش. کمی هم بهش روغن به عنوان روکش میزنیم. این از این خیلی ساده. اینم یه ماساژ مشتی بهش میدیم تا این رنگ ها مزه ها به خورد هم برود. اینم بزنید قشنگ پهن پهن میشه. چون یه چیزی بهتون بگم، تو ایران یا مثلا ما ایرونی ها، ما اصلا ولدان ما اوورکوکه. چیزی رو که ما ولدان میدونیم علاوه بر علم آشپزی اوورکوک شده. اینو قراره چدنی رو داغ کنیم، انداختیم دو ثانیه این بعد دو ثانیه این بعد دست سید میندازیم رو هم دیگه. حتی همین لقمه ای هم که درست میشه میخندانی، حتی همین لقمه ای هم که درست میشه چیز این بر یه دونه بگو دو ثانیه هم اومد اکسید بیشتر نه. بس این از این، این یکی رو میکوبیم تا همه چیش در بیاد تا بریم سراغ این یکی. اینو من برش دارم و اینا رو زدیم چیزش در اومد. حالا اینم گلد رپ ایران یادم رفت بشی میگفتم ولی یادمه. تلفن ها را آفرین. تلفن خوراکشون هم رو خورما بود. تو هر چی میشد زری اینو میرفتن. خب این از این گوشت رو میاریم میذاریمش اینجا. چیکار میکنیم؟ اول با دست یه ذره باهاش بازی میکنیم. دستتون هم به هیچ عنوان نشورید. این از این. این میبینید؟ این تا اینجا اومد. درسته؟ نگاه کنید شد یه مستطیل. حالا همین میشه اشلمون. همین میشه الگو ما. اینو یه اینجوری میکنیم، یه اینجوری میکنیم. میبینید؟ خب اما میاد اینجا میرسید اینو از اینجا قطعش میکنید. این وقتی که اومد اینجا دیگه بیشتر نره. نگاه کنید یه طرفش هم نمیبندید. نگاه کنید شد اصلا خود ساندویجی. خب این از این. حالا میریم تو کار چی؟ بیوتیش. اینم خمش میکنیم از این ورانی کیف میکنی. این نگاه کن اینجوری بعد بزنید این شکستگی های توش همه از بین بره. خب برش میگردونید بیوتی رو. بیوتیفول تموم شد. این آماده شد. بریم سراغ خب این از این.
حالا مرغامونم به عرض همین میبریم که بعدن روی تاپش میذاریم. اینم حالا بهش یه برش میزنم اینجا که دقیقا اندازه همینا باشه. روغن زیادی نمیخواد، فقط گریلمونی مقداری چرب میکنیم که موقع حتی شستن هم به همون کمک میکنه. یه دونه از اینا رو بیاریم، علای پرونده درش بیاریم. چنانم پیچیدیم که اصلا خدا بازم شد. نه این اصلا میتونیم بندازیم زیر آب، آب بندی شد. به به بریم چه عظمت. دیگه دستش نمیزنیم، بعدی را چند دقیقه بعد میندازیم که حرارت گیریم دوباره بالا بیاد. این از این و میریم برای برگردوندنش. ببینید چپ چپ درسته؟ نگاه کنید یه چپه دیگه، یه چپه. حالا الان پنیر رو تاپ این میذارم، چیکن ها رو هم میچینم بغلش. اینم از مرغمونم قشنگ جای گیری میشه. این مرحله مرغ گریل شده رو میذارم روی گوشت. این از این آماده یه توی ساندویچ رفتن که شود. این چطوره؟ نگاه کنید واقعا ارامنه اساتید درست کردن سوسیس و کالباس و بهترین ساندویچ های ایران هستن. روخو نگاه کنید، شکلش و شمایلش هستن، آدم کیف بکنه. خب بریم دیگه بذاریم داخل ساندویچ، زیاد نمایش در نهیم باش. رفقا هر سوسی که دوست داشتید میتونید بهش بزنید، ولی حتما فلفل تندم داشته باشید. من از بخچه خودمون کندم و داخلش میذارم. میدونید که ترشی فلفل ارامنه کنار ساندویچ کالباسشون معرکه. حالا کاری که میکنم خیارشور داخلش نمیذارم که مزهشو تخریب نکنه و اینکه به این شکل سه تا دونه گوجه فرنگی باحال، چند تا دونه سالاد میکس، این از این و خب این هم از این. خوشگل شد ساندویچ ما آماده شد، ولی مایونز کنارش بیاد معرکت. شما رژیمی این سس فلفل آوردم باش بزنیم. البته دیگه اینو بخوری دیگه رژیم دیگه تعدیله. مراقب خودتون باشید، هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. اینو درست بکنید، عکسش هم برای من بفرستید. خیلی خفنه، یعنی یه دونهش دو نفر رو ناکوت میکنه. درست بکنید، حالشو ببرید.